سلام و درود بینندگان گرامی ازدا تیوی، امروز سه‌شنبه 22 مارت است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبر امروز چنین موضوع را داریم، اینک توجه کنید. سرسانی مسافران در پی تاخیر و لغو پروازها بین تاجیکستان و روسیه. رئیسی رحمان را به ایران دعوت کرد. نشست سازمانی همکاری های اسلامی در پاکستان. جو بایدن: پوتین گوشه‌نشین شده است، خطر بیشتر می شود. در فرودگاه های تاجیکستان و روسیه بیش از 10 پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به تاخیر افتاده و یا لغو شده است که این باعث سرسانی صدها مسافر گشته است. گفته می شود تنها در 2 روز اخیر 9 پرواز هواپیماهای شرکت اورالسکی اویالینی از شهرهای گوناگون روسیه به تاخیر افتاده است. از پروازهای به تاخیر افتاده تنها امروز 22 مارت 2 پرواز به مسکو انجام شده. پروازهای باقی مانده به مسکو، یکاترینبورگ، اوفا، چلیابینسک و غیره باز به تاخیر افتادند. بنا به معلومات آنلاین تابلوی فرودگاه ژوکوفسکی، در 2 روز از 21 تا 22 مارت 6 پرواز شرکت اورالسکی اویالینی تنها از مسکو به تاجیکستان یا برعکس لغو شده است. اینچنین پروازی هواپیماهای این شرکت برای 22 مارت از شهرهای راستوو لابیدون، یکاترینبورگ، سوچی و 2 پرواز از مسکو به دوشنبه و از چلیابینسک، یکاترینبورگ، راستوو لابیدون و مینرالی وادی به خوجند بیکار شدند. امیدجان لولایف نماینده شرکت اورالسکی اویالینی در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس تحریم‌ها هواپیماهایی که در حدود اروپا ثبت شده بودند از پرواز ماندند و از امروز هواپیماها را در روسیه از نو ثبت نام میکنند و دیگر تاخیر نمی شود. اما مردم که حالا در فرودگاه های تاجیکستان و روسیه قرار دارند از شرکت طلب دارند که در زودترین پرواز آنها را به جایهای خود برند یا پولهایشان را برگردانند. یادآور میشیم که بعد از حمله روسیه به اوکراین کشورهای اروپایی علیه مسکو تحریم های سخت جاری کردند. بر اثر جاری شدن تحریم ها ده ها شرکت های پرنفوذ هواپیمایی بازار روسیه را ترک کردند که این باعث خلل در رژه پروازهای روسیه شده است. سیراج الدین مهرالدین و حسین امیر عبداللهیان وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ایران در یک صحبت تلفنی موضوعهایی را که در نشست سازمان همکاری های اسلامی مطرح خواهند کرد بررسی کردند. این نشست امروز 22 مارت در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. بنا به اطلاع وزیران کارهای خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان در این صحبت از نام رئیس جمهور کشورش ابراهیم رئیسی، پرزیدنت تاجیکستان مولای رحمان را بار دیگر به ایران دعوت کرده است. قبلا جانب ایران رحمان را به تهران دعوت کرده بود. مولای رحمان در گذشته پیوسته به ایران سفر میکرد، اما در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی از سال 2013 تا 2021 رحمان بار هم به ایران سفر نکرده است. تیره شدن مناسبت های تاجیکستان و ایران از زندانی شدن بابک زنجانی شروع شده بود، اما با بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این مناسبت ها تیره تر گشت. پس از 6 سال تنش، روابط دوشنبه تهران دوباره گرم شد. ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده و گفته بود که این آغاز یک صفحه نو در روابط دو کشور است. نشست نوبتی سازمان همکاری های اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. صبح امروز 22 مارت سال جاری 48 نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان با شعار مشارکت برای وحدت، عدالت و توسعه به کار خود آغاز کرد. این نشست با حضور و سخنرانی نخست وزیر پاکستان عمران خان آغاز شده، ریاست آن را محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان بر عهده دارد. تاجیکستان را در این نشست وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج الدین مهرالدین نمایندگی میکند. وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در این نشست خود موضوعهای مهم برای عالم اسلام از جمله مسئله افغانستان، یمن و فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار داده، در باره وضعیت اوکراین و حمله نظامی روسیه به آن تبادل نظر خواهند کرد. سازمان همکاری های اسلامی در گذشته سازمان کنفرانس اسلامی نام داشت. این سازمان در سال 1969 در مراکش پایه‌گذاری شد و در حال حاضر 57 کشور عضو دارد.
رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن با ابراز نگرانی گفته که در این روزها رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در حالت خوبی روانی قرار ندارد و این تهدید بر شدت گرفتن اوضاع خواهد شد. جو بایدن روز دوشنبه در یک میز گرد تجاری گفت رئیس جمهور پوتین به دلیل شرایط جنگ در اوکراین و تحریم ها حالت روانی خوب ندارد و گوشه‌نشین شده است که این مسئله خطر استفاده از سلاح کیمیایی و بیولوژیک را افزایش می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که روسیه برای یک زنگ خطر ساختگی آماده می‌شود. او می‌گوید روسیه می‌خواهد بگوید که اوکراین دارای سلاح‌های کیمیایی یا بیولوژیک است. خیلی روشن است که او می‌خواهد از این نوع سلاح‌های علیه اوکراین استفاده کند. روسیه ادعا دارد که اوکراین سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیک دارد و این را برای خود خطر احساس می‌کند. اما آمریکا و کشورهای غربی بر این نظرند که روسیه در هجوم به اوکراین با خواسته‌هایش چندان موفق نشده است و با این ادعایش احتمال از سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیک در اوکراین استفاده می‌کند. تحلیلگران مسائل نظامی بر این نظرند که در حالت استفاده روسیه از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین درگیری‌ها شدت گرفته، دایره جنگ وسیع‌تر خواهد شد. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش‌های بیشتر را میتونید از سامانه ما از نقطه تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.